که بیشتر از این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار نگذار حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما رو فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نزدیک‌تر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و موی را. با درودهای فراوان به هممیهنان گرامیم، پری سفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه‌های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز یک شنبه 21 خرداد ماه 2720 ایرانی مادی، 2571 ایرانی هخامنشی شاهنشاهی و برابر است با دهم ماه جون 2012 میلادی. ای راستی و ای اندیشه نیک و ای مزدا اهورا، من برای شما می سرایم با سرودی که پیش از این کس نسروده است، تا توانایی مینویی و پارسایی در ما فزونی گیرد. خواهش ما را بپذیرید و به ما شادمانی و خوشبختی بخشید. من روانم را با اندیشه نیک به سرای برین جای خواهم داد و با آگاهی از پاداشی که اهورامزدا برای کارها برنهاده است، تا تاب و توان دارم به مردمان می آموزم که در راه راستی بکوشند. ای راستی، کی تو را خواهم دید؟ ای اندیشه نیک، کی با دانایی تو را در خواهم یافت؟ و ای اهورای توانا، کی به تو راه خواهم برد و کی آوای درونی مزدایی را خواهم شنید؟ باشد که با مهین پیام اندیشه انگیز بر زبان به گمراهان راه بنمایم. ای راستی و ای اندیشه نیک، به سوی من آیید و بخشش دیرزیوی را به من ارزانی دارید. و تو ای مزدا اهورا، با سخنان راستین خود به زرتشت نیروی مینویی و شادمانی و به همه ما توانایی ده، تا بر آزار و ستیز دشمنان خود چیره گردیم. ای دنباد. دوباره آن سیه قلبان به دنبال شکار باز و شاهینند، همان دیوانگانی که به ظاهر عامل ترویج یک دینند، به فتوای جنون آدم کشی را عشق می دانند. چو جغدی پیر در آن خانه تاریکشان آرام می خوابند،
نه بارانند بر این خاک خشک عمر، نه چون خورشید یک دن بر تن این خاک میتابند. ز بس که موش‌های مرد و خفاش را خوردند، کنون در فکران ران عقاب و سینه بازند. نمی‌دانند آن شاهین پران در آسمان در حال پروازند، که از آن آبی روشن دمی پایین نمی آیند. و چون آن بوف‌های کور در پایین و پستی پر نمی سایند. تو ای شاهین خوش پرواز، بخوان با عشق باز آواز، دوباره کوب کن آن ساز، که این آدم کشان از لرزه هر ساز می ترسند، که این دیوانگان از شعر و از آواز می ترسند. بگو حرف دل این مردم غمگین و تنها را، تو بشکن بغض های در گلو خوابیده ما را، که زیر ضربه این دشمنان بر سینه و پشتیم، که عمری حرف های قلب من را در گلو کشتیم. با درودی دیگر باره. نوشتاری کوتاه از خردورز و روشنگر گرامی میهنمان مردو آناهید با فرنام پیشکش به جویندگان راستی و پیروان خرد. مردمی که با زشتی و زشتکاری بیامیزند، هستی و روان زیستن در آن مردم با هستی و انگیزه های اهریمن همانی می‌یابند. آن مردم در اندیشه و به کردار اهریمن را می‌آفرینند. پلیدی‌ها و زشتی‌ها زندگانی آنان را ساختار می‌باشند. اگر اندیشه همین مردم از شراره خرد روشن بشود، آنها از زشتی و زشتکاری پرهیز کنند، اهریمن در هستی آنان می‌میرد. انسان از سرشت خود به زیبایی، مهربانی و خوش زیستن گرایش دارد. مردمی که از زیبا ساختن جهان، از پرورش دادن جان، از دوست داشتن آزادگی،
خود را شادمان نسازند، در اندیشه و از کردار آنها اهورا نمی روید و در هستی آنان اهریمن می آمیزد. در چنین مردمی خوشی به اندوه و شیرینی به تلخی می گراید. نیاکان ما از چنین بینشی برخوردار بودند. دریغا که مزه و روان این فرهنگ از پهنه پندار همگان فراموش شدند. همیهنان گرامی و نازنینم، آغاز برنامه امروز رو ویژه کردم به جنایت‌های وحشتناکی که در سوریه بر مردم آنجا روا داشته می شود و جهانیان نشستند و می نگرند. نخست پیام شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی را در باره همبستگی مردم ایران و سوریه در برابر دیکتاتور مشترک با آگاهیتان می رسانم. در پیام شاهزاده آمده است مردم دلیر سوریه برای دستیابی به حقوق اساسی و انسانی خود همچنان در صحنه مبارزه علیه بشار اسد دیکتاتور حاکم بر سوریه هستند. بشار اسد با سرکوب خشونت آمیز و وحشیانه جنبش آزادی بخش مردم سوریه هزاران شهروند معترض سوری را به خاک و خون می کشد. متاسفانه عوامل سرکوبگر علی خامنه ای با حمایت از نیروهای امنیتی و سرکوبگر بشار اسد در اعمال جنایت علیه شهروندان سوریه نقش مهمی دارند. دخالت جمهوری اسلامی در حوادث تلخ و غیر انسانی سوریه و جنایات اعمال شده بر علیه شهروندان آزادی خواهان کشور را شدیداً محکوم می نمایم. از سازمان ملل متحد و جامعه بین الملل می خواهم در برابر رفتارهای وحشیانه و قرون وسطایی حکومت دیکتاتوری اسد که بقایش وابسته به حمایت دیکتاتوری خامنه ایست ساکت ننشینند و قاطعانه هر دو دیکتاتور را محکوم نمایند. در این شرایط حساس وظیفه همه کنشگران و فعالین سیاسی و مدنی مدافعین حقوق بشر ایرانی و سوریه ایست تا دست در دست یکدیگر گذاشته و بر علیه یک دشمن مشترک شورای امنیت سازمان ملل را وادار به ارجاع پرونده شکایت علیه علی خامنه ای به دادگاه کیفری بین المللی لاهه نمایند. سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید به عنوان ابزاری در خدمت اهداف و سیاست‌های حقوق بشری در کشورهای ناقض آن باشد. امروز هر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارد که با پشتیبانی و حمایت از ملت ایران و سوریه عکس العمل قدرتمند و منسجمی را در مقابل رفتارهای غیر انسانی علی خامنه ای نشان دهد. امید است که چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم سازمان ملل متحد حتی تنها برای حفظ منافع دراز مدت کشور خود هم که شده دست از حمایت از رژیم جمهوری اسلامی و بعث سوریه بردارند، چرا که هر دو حکومت مشروعیت مردمی خود را از دست دادند. مردم مبارز و آزادی خواه سوریه بدانند که در این مسیر دشوار برای رسیدن به دموکراسی و آزادی تنها نخواهند ماند. اگر حفظ دیکتاتوری بشار اسد خط قرمز علی خامنه ایست، دموکراسی و حقوق بشر در سوریه نیز خط قرمز مردم آزادی خواه ایران است. در راستای ارسال شکایتنامه رسمی علیه علی خامنه ای به تاریخ 15 ژانویه سال جاری 25 دی ماه به تمام مراجع زیربط کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل متحد
و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ثبت آن به تاریخ 30 ماه می سال جاری 10 خرداد 1391 در دادگاه کیفری بین المللی لاهه و دیدار من با لوئیس مورونو اوکامیو دادستان کل دادگاه لاهه در ارتباط با جنایات علی خامنه ای در ایران و سوریه از مدافعان حقوق بشر سوریه دعوت به عمل می آورم تا گزارشی از جنایات اعمال شده علیه شهروندان سوریه و نقش مستقیم عوامل سرکوبگر علی خامنه ای در سرکوب مردم سوریه را به مراجع مربوطه ارسال نمایند. رضا پهلوی. همیهنان نازنینم، در همین پیوند کلیپی را با هم میبینیم در همین بخش. در واقع پیشکشیست از سوی ایرانیان آزاده و آزادیخواه که کشورشان در دست جلادان اسلامی و جنایتکاران خلیفه نابکار بدنام ننگین سید علی و دار دسته جنایتکاران اسلامی اسیر است. پیشکش شده است از سوی مردم آزادی خواه ایران به مردم آزادی خواه سوریه که میبینید بیش از یک سال و نیم است این مردم به راستی به گونه آشکار کشتار همگانی میشوند، قتل عام، جنوساید. و جهان یک سال و نیم است که می نگرد و بشین و پاشو می کند. کلیپیست پیشکش می کنیم به آزادگان سوریه و همانگونه که به نیکی در پیام شهریار ایران آمده بود، دو ملت ایران و سوریه برای دستیابی به آزادی و دموکراسی منافع مشترک بسیاری دارند و به ویژه جلادان حاکم بر هر دو کشور دشمنان خونی هر دو ملتند. با همین کلیپ را میبینیم. اما پیشا پیش هم میهنانم هشدار میدهم از عزیزان و هم میهنانی که شاید کهنسال هستند و تا به تحمل دیدن صحنه های بسیار تکان دهنده را ندارند و یا به ویژه نوجوانان و کودکان رو خانواده ها دور نگاه دارند. در هر حال به هر شکلی هم میهنانم، هر گونه که خودتان خوب میدانید، در واقع مراقب باشید که این کلیپ صحنه های بسیار بسیار زجرآور و کشنده ای دارد و دیدن این صحنه ها به راستی بسیار فراتر از تاب یک بشر بسیار نیرومند و حتی توانمند هم هست. من معمولا از این کلیپ ها در این سنگر از به ویژه کشتار و قتل عام مردم سوریه نشان ندادم، اما در هر حال بایستی ما هم گاهی این صحنه ها را ببینیم و دستار روز کشتار و تکه تکه کردن فرزندان دلبندمان 3 سال پیش و ماها جنایت، تجاوز جنسی با تبر، سربریدن جوانان ایرانی و هزاران شکنجه. گرامیان من، بدانیم که باید مردمان آزاده و ضد ستم و ضد دشمنانشان باید بایستند و چه زیباست که انسانهای آزاده در کشورهای گوناگون در کنار یکدیگر و دست در دست یکدیگر بایستند و برای زندگی نیک برای انسانها و محیط انسانی برای همه انسانها تلاش بکنند، نه فقط برای خودشان. از آریای نازنین خواهش میکنم کلیپ شماره 2 را. همیهنانم حدود 11 دقیقه هست. باز هم خواهش میکنم و هشدار میدهم عزیزانی که تا به تحمل دیدن صحنه های سخت رو ندارید نبینید. خواهش میکنم این 10-11 دقیقه رو، کودکان رو که حتما
در واقع به اتاق دیگری روانه کنید و بیماران رو هم همچنین. آریای نازنینم، جنایت ها و قتل عام گوشه بسیار کوچکی از جنایت هایی که بر مردم سوریه می رود، اما این مردمان همچنان دلیر به راستی ستایش برانگیز ایستادند و همان دست های جنایتبار که در ایران بیش از 33 سال است قتل عام می کند و می کشد و می کشد و می کشد و تجاوز جنسی می کند، شریک است در کشتار مردم آزاده هم در آن سوی خاورمیانه در سوریه. جنایتکاران اسلامی اشغالگر ایران و سید علی خونخوار و رود فروشان جنایتکار و ترور گسترش. با هم میبینیم کلیپ شماره 2 را. هذا مثل عن الاعلام مقاربته للموضوع السوري. بدكم صراحة أكثر، وأنا بعرف إن البعض منكم قد يتحفظ إنه يا سيد ليش بدك تفوت بهذا التفصيل، بس أنا بدي فوت بالتفصيل. يوم اجتماع مجلس الأمن، لأنه كلياتنا تأثرنا، أنا واحد من الناس ما بخفيكم، شوفوا قد إيه فعل الإعلام، شوفوا قد إيه فعل الإعلام. بتيجي ترقص في العشوائي يا حبيب ابو عمر. نفسية جيبوا السيارة. مثل العادي في شوية اطلاق ما هو شوية هذا في سوريا وليس في اسرائيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله اكبر. أين أنتم يا مسلمين؟ أين أنتم يا مسلمين؟ أين مسجدكم الشعب؟ أين أنتم يا عرب؟ ما هذا عدو يسمعنا؟ حسب الله. مثل العادة في شوية إطلاق ما شوية.
بس کنید از این همه ظلم و بساقت بس کنید. بنگری
دستتان ای زن چشمان بر خداست بر خداست. گرچه می چه بیداری ندارم خواب مرگ بیگناهان است و وجدان شماست خواب مرگ بیگناهان است و وجدان شماست. ننگ و شرم بر این جنایتکاران به ویژه. هم میهنان گرامی من، کلیپ که پخش میشد با همکار جوان نازنین آریا جان صحبت میکردیم، به راستی تا به این که برخی از صحنه ها را ببینیم نداشتیم هیچ کدام از ما. بلایی است که بر سر مردمان آزاده در آن منطقه جنایت زده و ترور زده می آید. نوشته کوتاهی هم در همین پیوند از وبلاگ آراسپ که قبلا هم از این وبلاگ به نوشته بزرگ مهر مطالبی رو بیان کردم برای شما عزیزانم. نوشته است الامان من جور الزمان، دست های جنایتکار. با گذشت بیش از یک سال و نیم از قیام خونین مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد، جنایات وحشیانه دولت بعث سوریه علیه مخالفان همچنان ادامه دارد. انفعال جامعه جهانی و حمایت بیچون و چرای روسیه و چین از رژیم بشار اسد در کنار کمک‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از حامی بی اعتبار خود در منطقه خاورمیانه راه مخالفان را برای شکست رژیم اسد با دشواری‌های مواجه ساخته است. هرچند علی‌رغم کشتار قریب به 10,000 سوری در یک سال و نیم گذشته و جنایت‌های فجیع و بی سابقه رژیم بشار اسد علیه مردم سوریه به ویژه زنان و کودکان، مخالفان همچنان با اراده ای مثال زدنی به مبارزه خود ادامه می دهند و تنها راه بازگشت صلح و آرامش به سوریه را سرنگونی بشار اسد جنایتکار و همدستانش می دانند. تصاویر و فیلم های زیر که لینک هایش را هم گذاشتند و تصاویر را که شما هم گوشه کوچکی از آن تصاویر را دیدید همیهنانم،
تنها گوشه کوچکی از جنایات رژیم بشار اسد در طی یک سال و نیمه گذشته را بازگو می کند. شاید کسانی که هنوز انقلاب مردمی و آزادی خواهانه مردم قهرمان سوریه را ساخته و پرداخته غربی ها و نقشه گروه های تروریستی نظیر القاعده می دانند، با دیدن تصاویر و فیلم ها عرق شرم را بر پیشانی خود احساس کنند و دست از دروغگویی بردارند. ننگ بر بشار اسد، خامنه ای و همه جنایتکارانی که برای حفظ قدرت پوشالی خود دست به خون ملتشان آغشته می کنند. همیهنان گرامی و نازنینم، انترناسیونال جنایت که بیش از 3 دهه است بر بستر اسلام، قرآن، آموزه های اهریمنی اسلام، باورمندان آدم کش و مسلمانان 100% کپی برابر اصل خود محمد، خلفای جنایتکار و در ایران ما کپی برابر اصل محمد و خود علی سربر، بستری ساخته است در آن منطقه جنایت زده، بلا زده، ترور زده، آن هم از نوع ترور اسلامی. در آن بستر همیهنانم میبینید چه جنایت هایی که در این بیش از 3 دهه، نخست از ملت ایران که نیرومندترین سرزمین و نیرومندترین دولت را دارا بود و در واقع نمیتوانستند با بودن سامانه پادشاهی ایران، پادشاه نیرومند، صلح دوست و میهن پرست ایرانی، گام های بعدی گسترش جنایت را بر بستر اسلام که بهترین ابزار برای استعمار شده است به وجود آورند، از ایران ما آغاز کردند با کشتن بهترین فرزندان آب و خاکمان، پهلوانان رشید و دلاور و میهن پرست سرزمینمان، آغاز کردند با سرمایه های بغارت رفته ملت ایران، ملت در چنگال تازیان مسلمان گرفتار و همه نیروهای استعماری هم همه یاری ها را به پتیاره اشغالگر میرسانند که ملت ایران را در همان خفقان و دست و پا بسته در آن ستم کرده نگاه دارند. میهنان گرامی من، با سرمایه های بی پایان ایران و ایرانیان، پروار کردن تروریست های اسلامی آدم کش که به گونه اسلامی، نه غیر اسلامی، به گونه قرآنی و به گونه پیروی از پیامبر اسلام و همه شاخه های اسلامی، چه سنی چه شیعی، فرقی نمی کند، چون مانیفست جنایت برای همه شان یکی است و پیامبر و شیوه زندگی او و الگو برداری از همان یک پیامبر است، برای همه شان یکی است، برای همه شعبه ها و به گفته خود تازیان نهله ها و هر چه که هستند یکی است. با قربانی کردن ایران، پادشاه میهن پرست، صلح گستر، سازنده و بشر دوست ایران آغاز کردن، میبینید اکنون صفحه گشوده شده در آن منطقه را بنگرید. افغانستان و پاکستان و ایران و عراق و سوریه و بروید کشورهای شمال آفریقا و با نابودی مبارک و خنجر زدن به این مرد که فقط 30 سال به اون مدیون بودند این غارتگران غربی و شرقی که ایستادند و فروپاشی او را خواستند و نمیدانیم آینده مردم مصر چه خواهد شد و اکنون این مرد را به حبس ابد محکوم کردند، بیمار و دارد میمیرد. امروز خبر
در واقع گزارش شد که مبارک در حال مرگ است و در پی فکر برنامه ریزی برای دفنش هستند. کجا دفنش کنند؟ در گورستان نظامیان یا خودش و گفتند که گفته است من را در کنار نوام دفن کنید؟ یعنی به هنوز نمرده به فکر دفن او هستند، فوری زیر خاکش کنند. گزارش های جزیره اهریمنی را به یاد می آورید میانانم که می گویند او و خانوادهش از یک میلیارد دلار تا 70 میلیارد دلار و تازه در آن جوی که هست، در آن نفوذ و نیرو و قدرتی که اخوان المسلمین جنایتکار دست ساز جزیره اهریمنی در همه زوایا و نهادهای آن کشور در اندیشه آن مردمان دارد، بعد از یک سال و اندی دو فرزند او را نتوانستن محکوم به فساد کنن، تبرئه شدن. نمیدانیم این 1 میلیارد تا 70 میلیارد دلار ملک افریته کجا رفت که میگفتن شبانه روز هر روز تیتر بود در سایت لجن پراکنی و جنایت پراکنی بی بی سی هر روز. تمام آن منطقه و سوریه را ببینید، آن مردم دلاور تنها رها شده چون جنس گویا جنس مبارزه و پایداری این مردم برای بازستانی میهنشان و گرفتن قدرت در دست خودشان از آن جنسی نیست که دلخواه اربابان است. هنوز دارن بشین و پاشو میکنن، این پا میکنن. باور کردنی است که جهان به ویژان بخش مدعیش این همه جنایت و قتل عام کودکان بیگناه را، روستاها را میریزند، قتل عام میکنند کشاورزان را، اکثرا نیمه گرسنه که نه توپ دارن نه تفنگ دارن نه میتوانند بگویند اینها این بودن، گروه مسلح بودن، چه بودن. در خانه های کاگلی روستایی میریزند، بچه ها را سر میبرند و جهان می نگرد و این روسیه یک کثافت خونخوار، همان کمونیست های خونریز و این چین کثافت تر. اگر جهان هم می نشیند در سازمان ملل می خواهد کاری کند، اینها با وتو آنجا ایستادند. این چه نجاستی است این وتو؟ هر روز هم با بیشرمی اعلام میکنن نه ما موافق نیستیم که فشار بیشتری بر دولت‌های آنها، میگوین ایران، نمیگویند سوزانندگان ایران، جمهوری کثافته اشغالگر ایران و دولت سوریه وارد آورید. الان میگویند نمیگذارند، باج بیشتر میخواهند، میگویند دارید تقسیم میکنید، نظم نوین جهانی سهم ما باید بیشتر باشد تا ما هم بگوییم اوکی. این گونه شده است بشریت و انسان ها، دست کم صدها میلیون انسان در آن منطقه. بازیچه دزدان و غارتگران و ضد بشرها که ادعای دموکراسی حقوق بشر هم می کنن از یک سو، و جنایتکاران چیره بران کشورهای آن منطقه و همه سالهای سال همین بشار اسد خونخوار هم حتی پشتیبانی شدن از سوی همه شان. و فراموش نکنید هم میهنانم، سوریه میهن و زادگاه یک انسان بزرگ و کم نظیر، یک بانوی دلاور و روشنگر که او را دست کم از این سنگر بسیار دیدید و شنیدید و میشناسید. میهن اوست بانو دکتر وفا سلطان بله. آگاهی نامی رو هم میهنانم
به اطلاع شما عزیزانم میرسانم. سرزمینم را باز میستانم به مناسبت سومین یادواره رستاخیز و کشته شدن سمبل شجاعت و آزادی خواهی مردم ایران. جاویدان نام ندا آقا سلطان، مراسم نکوداشت ویژه‌ای برگزار می شود. در ضمن این برنامه به بررسی چگونگی ادامه حاکمیت ننگین و مستبد اسلامی می پردازد. همچنین شامل سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ، پخش ویدیو کلیپ، موسیقی زنده و پذیرایی خواهد بود. در پایان نیز کنار درختان ندا و سهراب برای شمع افروزی گرد هم می آییم. با حضور و همگرایی نه به حکومت اسلامی را فریاد خواهیم زد. سخنگویان برخی از فعالین سیاسی و مدنی. زمان چهارشنبه 20 ژوئن 2012، روزی است که هم میهنانم همه جهان آن صحنه لرزاننده و هراس آفرین برای بشریت، برای آن بخش بشریت که اخلاق و شرف انسانیشان هنوز مانده است، صحنه خون بالا آوردن ندا 20 ژوئن از ساعت 6 تا 8:30 PM. محل برگزاری 51 یانگ استریت، سالن برگاندی، نورث یورک. این مراسم به هیچ سازمان یا حزبی تعلق ندارد و برگزار کنندگان آن افرادی مستقل هستند. ورود برای همگان آزاد است. این برنامه به کوشش خانه ایران و کاسپیان ماکان، همچنین با حمایت جمعی از آزادی خواهان در کانادا برگزار می گردد. امیدوارم هممیهنان نازنین من با بودن پرشمارتان و آگاهانه‌تان در این نشست در واقع نشان بدهید که مردم ایران تا ایران را باز پس نگیرند خاموش نمی نشینند، سکوت نمی کنند، بی‌اعتنایی نمی کنند، همان گونه که فرنام این آگاهی نامه است. سرزمینم را باز می ستانم، ریکانکوستا. فراموش نکنید هم میهنانم. درود بی پایان دارم به بانو کارمن نازنین و منوچهر عزیزم از گلندل. $50 اعلام یاری می کنند و ثبت نام می کنند برای یک سهم تابلو فرش شهبانو کاساندان و شهبانو آتوسا هخامنشی. با درود به دلاور بانو صفاری گرامی با آرزوی درازای زندگی برای ایشان، سپاسگزاری از همه دستاندرکاران رادیو تلویزیون بیداری. این تنها سنگر مبارزه با رژیم خون و جنایت اسلامی در میهن ماست. درود و سپاس به یاران و پشتیبانان میهن پرست این سنگر. ما مسلمان نیستیم، ایرانی هستیم. درود بر شما کارمن عزیزم و منوچهر عزیزم. سپاسگزارم که در واقع یادآوری برای من هم که شد که دقایقی رو مانند هر برنامه که ناچارم عزیزانم رو، هممیهنانم رو، آزادگان ایران رو، کسانی که این برنامه را میبینید میشنوید فرا بخوانم برای یاری رسانی، تنها برای تامین هزینه های نگاهداری این صدای آزادی و آزادگی و این صدای آزادی ریشه‌ای میهنمان و این صدای بخش بیدار شده و بزرگی خوشبختانه از هم میهنانمان در درون میهن که دیگر دشمن اصلی را شناختند و جنگ اصلی را میدانند که چه جنگی است و نباید نیرو را اینجا و آنجا و سر هر کوچه و گذری هر از گاهی و چندی به هدر داد. باید به سراغ آن هیولا، آن اژدهای هزار سر، آن ایران سوز 1400 ساله رفت.
و این سنگر چنین سنگری است. سپاسگزار هستم از کارمن و منوچهر نازنین. بار گذشته هم با یک جهان سپاس از سرباز میهن عزیزم که دو سهم تابلو فرش رو به نام ایشان در واقع من نوشتم و دو سهم به نام یار گرامی من پیروز بهادر عزیزم و پنجمی سهم هم اکنون به نام بانو کارمن و کتبان منوچهر عزیزم از گلندل هست. 60 سهم اعلام کردیم تابلو فرش زیبایی رو که در واقع ارمغان سرباز میهن عزیز بود که چند ماه پیش برنده شده بودند در قرعه کشی که بتواند اندکی یاری و پشتیبانی برای تأمین هزینه های این سنگر رو فراهم آورد. گرامیان من تابلو فرشیست با شکوه و زیبا از بخش بزرگ و افتخار آفرین سرزمینمان و به ویژه زنان آزاده و سرفراز و نیک سرشت و هخامنش و نیک منش سرزمینمان و به گونه نمادین نام این تابلو فرش هست شهبانو کاساندان، همسر پاک سرشت و خردمند شاهنشاه کوروش بزرگ هخامنشی و دختر زیبا که بعداً شهبانوی نیرومند و کارآمد و خوشنام در دودمان سرفراز هخامنشی شد و همسر داریوش بزرگ شاهنشاه بزرگ و سازنده ایران زمین، به نام این دو بانوی سرفراز که در واقع نمایندگی می کنند شخصیت و فروزه های راستینی را که باید یک دختر و زن ایرانی در ایران زمین داشته باشد. تابلو فرشیست بسیار زیبا و با بافت ریز بافت، بافت تبریز بالای 65 رج و در اندازه بسیار خوب 80 سانتیمتر در 65 سانتیمتر. ما با 60 سهم 50 دلاری همیانانم اعلام کردیم که تا کنون با بانو کارمن و منوچهر عزیزم هم که امروز یک سهم رو اعلام کردن، 5 سهم این تابلو فرش رو یاران ما در واقع ثبت نام کردند. به 55 سهم 50 دلاری نیاز داریم. گرامیان من، نیازی شاید به تأکید دوباره من نیست که اینها فقط برای این هست که یکی از عزیزان همواره، عزیزانی که پشتیبانی میکنند، یاد بودی زیبا از سنگر داشته باشند. آماج اصلی و هدف اصلی همه ما یاری رسانی به ماندگاری این رادیو تلویزیون ملی ایرانی و نترس و در میدان و با سربازانی یگانه و در واقع همه با کارنامه روشن و میهن پرستانه و روشنگر. گرامیان من، امیدوار هستم که یاران ما به ویژه فراموش نکنند. من باز یادآوری کنم که با یک سهم میهن یاری که ما آن را 30 دلار اعلام کرده ایم، برای هر روز 1 دلار، یعنی از میهنانمان میخواهیم که تنها و تنها روزی 1 دلار را برای پشتیبانی این سنگر ویژه گردانند. 30 دلار در ماه به نام سهم میهن یاری. عزیزانی هم که میتوانند بیشتر یاری برسانند با دو سهم 60 دلار، 3 سهم 90 دلار، 5 سهم 150 دلار، به هر میزان سهم ثبت نام کنید و تعهد کنید و هر ماه این سنگر رو پشتیبانی کنید که ما هزینه یک ماه بخش شود در میان هر چه شمار بیشتری از ایرانیان، هماندیشان و میهن پرستان و آزادگان که با اندیشه ها و پیام های این سنگر در واقع هماندیش و همفکر هستید. بهترین شیوه هست، آسان ترین و ساده ترین هست و ما به روزی که به 500-600 سهم 30 دلاری برسیم، گرامیان من، گرفتاری مالی و ویژه کردن دقایقی از برنامه برای این مسئله رو دیگر نخواهیم داشت و من امیدوارم که شماری از همیهنان ما در واقع بپذیرند و گام پیش بگذارند
و دست کم روزی یک دلار که به راستی گمان نمی کنم در زندگی هیچ کس و در هر بودجه‌ای که دارند اثری داشته باشد، روزی یک دلار رو برای پشتیبانی سنگر ویژه کنند. خب این هم بخش ارائه ارمغان و همیاری که با یک جهان سپاس از کدبان منوچهر و بانو کارمن عزیزم که مایه این شدن که من به یاد بیاورم که باید حتما دقایقی هم این نکته رو یادآوری کنم که بسیار مهم هست. هم میهنانم امروز دهم ماه جون هست، عزیزانم میدانید و همه ماه ها هم به اثبات رسانده است. هنگامی که نازنین های من تردید میکنید و یا فعلا میگویید امروز نه، فردا، یا برنامه دیگر، یا هفته دیگر، یا فراموش میکنید، یا هرچه، چند روز پایانی هر ماه به راستی آزار دهنده است. عزیزانی که میتوانید حتی با 10 دلار یاری برسانید، کوتاهی نکنید و گمان نکنید 10 دلار اندک است. با 20 دلار، با هر مبلغی که مایل هستید، میخواهید با در قرعه کشی این تابلو فرش زیبا هم شرکت کنید، یک سهم 50 دلار یاری برسانید و یا تعهد کنید سهم میهن یاری یا سهام میهن یاری را که هر ماه این پشتیبانی را از این سنگر داشته باشید، یاری یک باره اعلام کنید. هم میهنی یار گرامی که میتوانند اعلام مچ بکنند مبلغی را، 500 دلار، 700 دلار، 800 دلار، 1000 دلار، به هر شکلی که میتوانید. عزیزان من، مهم این هست که هر کدام از شما گرامیانم آنچه را که در واقع میتوانید انجام بدهید، نه اینکه یک قانون کلی هست که باید این میزان باشد، باید ماهی یک بار اینقدر باشد، به هر شکلی هم که مایل هستید. عزیزان من، تنها سهیم و شریک باشید تا در کنار یکدیگر باشیم و نیرومندتر به مبارزه من ادامه دهیم. در اینجا من از آریا جان خواهش میکنم اتچمنت رو آماده داشته باشید و توضیح کوتاهی بدهم. هم میهنانم با یک جهان سپاس از برگردان این کلیپ که خواهید دید و شنید، که برگردان آن مانند همیشه بر دوش یار فرزانه و روشنگر و فرهیخته من کوشای نازنین بوده است. و توضیح کوتاهی پیش از برگردان، در واقع برای اینکه من در جریان داستان این کلیپ و گفتگو قرار بگیرم، کوشا جان دادن که شخص عربی است به نام دکتر عبدالله النفیسی که رئیس استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت هست، عضو پارلمان کویت هم هست و به اصطلاح دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه وینستون چرچیل انگلستان دارد. این خیلی مهم است. اصلا هر کجا نام انگلستان، انگلستان، بریتانیا، حقیر، صغیر، کبیر میآید، ما ایرانی ها اصلا ناگهان خوشحال می شویم و یک انرژی ویژه می یابیم. در گفتگوهایش هرگز هرگز از انگلستان انتقاد نمی کند. برای همین است که ما شاد می شویم، ما ایرانی ها. ولی ضد آمریکا، ضد اسرائیل و ضد ایران است. کسی که عاشق و دلخسته انگلستان باشد، خب همین است دیگه، چه بکند. جالب است در گفته هایش متوجه می شوید در حالی که از ایران و تمدن ایران تنفر دارد، به ایران می رود، اون سنگ اندازی به شیطان تمدن فرهنگ بزرگی است، شاش شطور نوشیدن تمدن بسیار بزرگی است، باید هم از تمدن کوچک دم دست پایی مانند 7-8 هزار سال شکوه و فرهنگ ایران متنفر باشه. چیزی نیست، پینات هست در برابر شکوه و عظمت و نیکی رسانی تمدن فرهنگ حجاز سوسمارخواران به بشریت. بله، به ایران می رود تا آگاهی هایش درباره ایران را افزایش دهد که بتوانند بیشتر آسیب بزنند. 1400 سال کم بوده است.
هنوز ارث پدرشان پیش ایرانیان مانده است تا بهتر بتواند علیه ایران کار کند و در ایران یکی از دشمنان شاه و از هواداران دکتر مصدق که این هم طبیعی است به نام پروفسور حمید عنایت که این هم طبیعی است که در آن زمان در دانشکده علوم سیاسی تدریس می کرده است اطلاعات جامعی درباره اهداف و برنامه های ایران در اختیار او می گذارد این هم طبیعی است ملی بودن و میهن پرست بودن به ویژه باید در دشمنی با شاه و آب و خاک ایران و نیکروزی مردم بعد از 1300 سال بروی و دوباره هم جنسای محمد عبدالله و علی سربر خالد ولید عمر گوربگور ویرانگر ایران رو بیاوری و اطلاعات بدهی تا کینت و دلت خنک شود نسبت به پادشاه ایران در دانشکده علوم سیاسی ترجمه میکرد اطلاعات جامعی درباره اهداف و برنامه های ایران در اختیار او میگذارد یعنی ملیچی حمید عنایت و مانندهای او به برادران عربشان چون میدانید ناسیونالیسم پیشوایون این است از رهبر ضد امپریالیستی که برگزیدند ستاره ها را شمردند و خورشید را جابجا کردند و این رهبر گور به گور ایران سوز را این بار خورشیدش را از غرب به شرق آوردند چنین ملیانی همکارانشان هم باید همین سوسمارخواران باشد در کلیپ خواهید دید که خیلی دلخور است که ایرانیان به اینها سوسمارخوار میگویند حال یادم باشد باز بار آینده اون کلیپ های سوسمارخواری رو یک دو بار قبلا نشان دادیم باز نشان بدهیم خب سوسمار میخورید اگر بد است نخورید اگر خوب است خب سوسمارخوارید بله این پروفسور آقا پروفسور پیشوایی حمید عنایت هم با هزینه دولت در زمان شاه در انگلستان تحصیل نمودند همه هم در انگلستان تحصیل نمودند با آشنایی با طرز فکر دکتر حمید عنایت متوجه می شوید چرا این عرب از کمک های او درباره آشنا شدن با اهداف ایران در زمان شاه ستایش می کند از پای تروآ را که گفتم بارها همینان بودند ستون پنجم که شنیده اید همینان بودند هنگامی که اندیشت فارغ از خودت و منافع شخصیت هرچه است با آب و خاک و منافع ملیت و نیکبختی مردمت باشد هر نفرتی از هر کسی داری بر ضد میهنت گام بر نمیداری اما هنگامی که کینه هایت خودت منافع فردیت که هر چی هست حالا برای هر کدام از این از پای چوبی تروایی همان کار را میکنی که اینها کردند پرچم ملیگرایی را جالب از خائن ترین ها بلند میکنند یک پیشوای قلابی ملی هم دارند عکسش را بالا میگذارند و پایین میگذارند رو میگذارند و آویزان میکنند و چه میکنند و بعد برای نابودی ایران میروند دشمن ترین دشمن نه دشمنی را مستراح شوییش را میکنند که او بیاید فقط آن شاه را بکشد و پادشاهی را نابود کنند بقیهش دیگر مهم است بعد اینها را رپ کردن فراری دادن چپا را اینجوری راستا را اونجوری مجاهد اونجوری تروریست های فدایی اینا حالا دیگه مهم نیست هنوز هم میگوین دستاورد کمی نداشتیم انقلاب شکوهمند شاه نداریم دیگر از سلطنت رو از میان برداشته ایم به زمانان پادشاهی ایران سلطنت سلطنتی را که اینها آوردند سلطنت اعراب سلطه اسلام آن را هم میگذارن در دامان ما پادشاهی خواهان بله این کلیپ در واقع بخش کوتاهی است از یک گفتگوی طولانی درباره تحولات اخیر در پیوند با بدتر شدن رابطه جمهوری اسلامی با عربستان و شدت یافتن اختلاف میان شیعه و سنی هم خیلی فواید بسیاری دارد
که حضور این شخص در تلویزیون ها را افزایش داده است. یعنی آقای دکتر که اکنون چهره زیبای سوسمار خارش را خواهید دید. از یک گفتگو در ماه پیش را برای شما و برگردان می فرستم. نخست کلیپ را می بینیم، همیهنان هم به زبان بسیار زیبای عربی است که ما می دانیم که ما ایرانیان هنگامی که هر کسی هر کجا به عربی سخن می گوید گمان می کنیم که دارد قرآن غارغار می کند، چون چیزی که ما نمی دانیم از عربی و زورچپان هم هزار سال دست کم شبان و روز شنیده ایم و بالای پشت بام ها زوزای کفدار و اذان و اینها همون چیزایی که آقای حسین با ما خیلی دوست دارد، بلال حبشی ها در بالای پشت بام ها و هرگاه هر کجا شنیده ایم همواره تداعی نامه حقوق بشری یعنی قرآن می کند برای ما. و حتما شما نازنین ها هم در همان آغازین سالهایی که ایرانی ها فقط صدای ترقه چیزی در چهارشنبه ها شنیده بودیم که دیگر موشک های عمو صدام و غرب و شرق دست تهران بگیری تا هر کجا می آمد، یه بارم گفتن 9 متری است، این یکی می گفتن 12 متری است، ما می نشستیم در تهران و آسمان را می دیدیم که شب موشکی آتش گرفته دارد می آید. بعد می نشنیدیم گیشا را زد، امشب اندیشه را زد، امشب کجا را زد، از همانها. و گرامیان من روزگاری است به راستی. بسیاری از ایرانیان دیگر فراموش کردند آرامش را، زندگی انسانی را، احترام را، احترام زن در جامعه را، شیوه سخن گفتن مهربانانه با یکدیگر را، امید به فردا داشتن را. ببینید از میهن ما چه ساختند، چه ساختند. بله، داشتم از زبان زیبای و اون آهنگ زیبایی که برای ما همه زیبایی ها را تداعی می کند می گفتم. نخست کلیپ این آقای دکتر علوم سیاسی تحصیل کرده در دانشگاه وینستون چرچیل انگلستان که اکنون خیلی مورد توجه است به همان عربی می شنویم و بعد من برگردانان رو برای شما خواهم خواند. اتچمنت رو آریای عزیزم با هم ببینیم. ذهبت الى ایران. فذهبت الى ایران سنه 75 وحاضرت في پهلوی، دانشگاه پهلوی اللي هي جامعه پهلوی في شیراز الامریکيه، كانت وقتها امریکيه، وحاضرت باللغه الانجليزيه هناك حول ضروره التفاهم بين العرب والفرس في منطقه الخليج. فأثارت هذه حلقة من النقاشات، حتى أحد صحيفة شيرازية قالت من هذا العربي الذي يأكل الجراد، ها يأتي إلى الجراد معه، هم يصفون العربي. نعم، هذا العربي الذي جاءنا إلى جاءنا من صحراء الجزيرة، نعم، والتي كان يأكل فيها الجراد والضباب، جاء يعلمنا كيف نتحاور سياسيا. ففهمت من هذا التعليق على محاضرتي أن هؤلاء يعني عندهم نزعة قوية ضد العرب والعروبة، ولكن هذا لم يوقفني عند هذا الحد. ذهبت إلى جامعة إصفهان وألقيت محاضرة، وذهبت إلى جامعة طهران وألقيت محاضرة، وهناك في طهران التقيت بحميد عنايات، البروفيسور حميد عنايات. هذا الرجل كان رئيس قسم العلوم السياسية، يعني نظيري في جامعة طهران، وحقيقة هذا الرجل له يعني كريم وفضل علي، بحيث أتاح لي قراءات كثيرة عن إيران وكذا. وبدأت أقرأ عن إيران وأتعرف على الناس هناك، النخبة وعلى الشارع وعلى الصحافة. أنا كنت مؤيدا للثورة الإيرانية، لأنه الوضع أيام الشاه كان وضع منحاز للصهيونية ومنحاز بشكل مغالي للولايات المتحدة وللغرب،
ومنحاز ضد الإسلام. أيوة. فعندما سمعت بهذه الثورة وبالشعارات الإسلامية التي طرحتها وبهذا التحول من الصهيونية إلى مناصرة القضية الفلسطينية لا شك. خب همیهنان گرامی، من نیم کلیپ رو ما دیدیم و دیگر گمان نمی کنم که نیازی باشد ما این رو به زبان زیبا و خوش آهنگ عشق آفرین عربی تا پایان ببینیم. من برگردان اون رو برای شما می خوانم. این آقای استاد دانشگاه می گوید من در سال 1975 همه این تحرکات هم همون از سال 70-71 میلادی تا شکوه انقلاب که رسیدیم، آن 7-8 سال در واقع هم میهنانم هنگامی که کتاب های خاطرات این و آن را میخوانید، بسیاری از رویدادها را ریشه یابی میکنید و متوجه میشوید که از دهه 70 میلادی، از آغاز آن در واقع، حال زمینه هایش قبلا کاری نداریم، همه این کنش و واکنش ها و آماده سازی ها چند برابر شدت و حدت داشته است. نشان میداده است که زمینه از جاهایی و امدادهای غیبی بسیار پنهان اما اعلام نشده اما با سرعت بسیار راه اندازی شده است. هر نمونه اش را بگیرید، در درون ایران، نهادهای گوناگون ایران، در رادیو تلویزیون ملی ایران، در شرکت ملی نفت ایران، در ادارات، در دانشگاه ها، در مراکز کارگری و و و، یعنی بشمارید همه کن. اکنون برای ما روشن شده است، یعنی اسنادی که بیرون می آید، خاطراتی که بیان می شود، کسانی که می آیند و صحبت می کنند در آن زمان جزو مخالفان بودند یا حال چپ بودند یا راست بودند یا مقاماتی که در به اصطلاح در درون سیستم بودند، اینها در واقع به ما این برایند کلی را داده است که 70-71 میلادی تا 78-79 میلادی در واقع به گونه رسمی آن برنامه ریزی هایی که پیش از آن شده بود میبایستی در این فاصله میوهش چیده شود. من در سال 1975 به ایران رفتم و در دانشگاه پهلوی شیراز که در آن زمان آمریکایی بود، که همین هم جرم هستا، آمریکایی بود، رفتم و با کارشناسان علوم سیاسی دانشگاه در مورد لزوم همکاری میان ایران و عرب برای امنیت خلیج پارس وارد گفتگو شدم. بحثای بسیاری صورت گرفت، حتی یکی از روزنامه‌های شیراز نوشت که این عرب سوسمار و ملخور کیست که از بیابان‌های عربستان آمده است به ما درس سیاسی بدهد، هر که بوده است دستش درد نکند. درست گفته است. و از این تفسیر من متوجه شدم که ایرانیان تا چند اندازه احساس ضد عربی در ایران نیرومند و پرتوان است. نه، احساس ضد عربی ایرانی ندارد. آن اعراب تازشگر، آن زبان عربی که زبان بهشتیان و جنتیان است، میدانید که آن دین جنایت تحمیلی، آن فجایعی که دیگر میخواید بگویید کیا بودن، اعراب بر سر ما در آب و خاک و خانه و کاشانه خودمان که نشسته بودیم آوردن، برای ما دین آوردن، دعنا آوردند، یعنی رهایمان هم نکردند که در یک جنگی پیروز شده ایم، دزدی و غارت و چپاول به ویژه عرب گدا گرسنه و کاروان زن که شغل شریفشان بوده است، جمع میکنیم شطور شطور بار میکنیم، طلا نقره هست نیست ابریشم میبریم، خب شکست خوردیم و شما هم غارتگر و گدا گرسنه ببرید. نه، ماندید ارث پدرتان را هنوزم بعد از 1400 سال که این همه جنایت بر سرزمین بزرگ ما تحمیل کردید، هنوز شما از ایرانیان متنفرید.
شما هنوز عجب 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 مجوس 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 از دهانتان نمیافتد. سوسمار خاران بی فرهنگ، اگر آدم هم که شده اید برای نفت مفت زیر پایتان اسم هنر اسلامی و معماری اسلامی و مهندسی اسلامی و جبر اسلامی و لگاریتم اسلامی و این اسلامی اسلامی همه ایرانیست، همه چیز هم از ما خورد شدگان برده اید برای خودتان مثلا پرستیج درست کنید. در قرن 21 با این همه ثروت، با این همه امکانات، دانشگاه های اربابانتان که شما ها را راه میدهند در دانشگاه وینستون چرچیل مثلا درس بخوانی، اینی هستید که هستید اکنون تازه. و 1400 سال نیرو و شیعه ایران را فرهنگی و مادی کشیده اید و برده اید، هنوز هم ارث پدرتان را میخواهید. عربید باشید، سوسمارخوارید باشید، هر کسافتی هر خوبی هستید نیستید باشید، در خراب شده های خودتان باشید، دینتان مال خودتان، قرآنتان مال خودتان، محمدتان، علیتان، عمرتان، سربرهایتان، بچه رپیستایتان، لباتکاران متخصصتان مال خودتان. ما ایرانی هستیم، در همان جایی که نامش ایران است و همش را دزدیدن بردن و این مقداری که مانده است، میخواهیم با دین خودمان، آیین خودمان، زبان خودمان، فرهنگ خودمان زندگیمان را بکنیم. شما هم اگر همسایه های خوبی بودید با شماها مراوده داریم، نبودید در و دیوار را به روی تان میبندیم، شما هم به روی ما ببندید، خواهش میکنیم لطفا از مواهب تمدنتان ما را محروم کنید و دانش هایتان و دانشگاه هایتان. یک میلیاردم، نه یک دهم و یک صدم و یک هزارم و هرچه، ظلم و ستم و جنایت ایران به شماها کرد. تا سر همه ما را نمی بریدید مگر شماها برها میکردید. اکنون ما قربانیان که تازه به شماها اندازه آدمیت آموخته ایم، دانش و هنر و اندیشیدن و نوشتن و زبان کثافتتان را ما برایتان راست و ریز کرده ایم، همه چیزتان از ما هست. باد به قبقب می اندازید، شما گندیده های مایه شرم بشریت، هنوز بر ضد ایران و ایرانی دهانهای کثیف و سوسمارخوارتان را باز می کنید، ارث پدرتان را هم می خواهید حتما، به ویژه با آن ارمغان زیبایی که برای ایرانیان با بزرگواری و سخاوت بخشیدید. اسلام نجس کثافتتان، همه ی جنایت ها، همه ی فساد. نه به ما میگوین سوسمار خور، نه خب سوسمار نخورید، هنوزم که میخورید یاد گرفتید که استیک بخورید. ولی این احساس ضد عربی ایرانیان باعث توقف من نشد، نه برای اینکه از آن دانشگاه انگلستان ماموریت داشتی و من به کار خود ادامه دادم، به دانشگاه اصفهان رفتم، از آنجا با کارشناسان ایران و نظراتشان در پیوند با اعراب آگاه شدم، سپس به تهران رفتم و با کارشناسان در آنجا گفتگو کردم، در تهران با پروفسور حمید عنایت رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران آشنا شدم، او به من خیلی کمک کرد و مدارک و آگاهی‌های بسیاری در پیوند با اهداف ایران در اختیار من میگذارد. یعنی آقای مصدقی و یکی از دشمنان خونی شاه حمید عنایت. من در ایران توانستم از افکار و عقاید مردم و نویسندگان و برداشت کلی از فضای سیاسی و روحی ایرانیان در پیوند با اعراب به دست آورم.
من انقلاب اسلامی رو اینجایش خیلی خوب است، حالشون راحت است دیگر، از هم نژادان و هم اندیشان، آن هم تازه مدل غلامی و غلام بچه ایش، مثل سید علی مفعول و دار دسته و رود فروشان و رسمنجانی و خاتمی و حسین حسین یا حسین و کروبی و سربران دیگر و حسین شریعت مداری بی امامه خونخار و اکبر گنجی پونزی و حسین دباغ سروش جنایتکار و همه و همه از همینان، از همین هم باوران و هم نژادان و هم ریشگان، اما مدل اینها غلام بچه های همین آقان که چرقت به سر دیدید. من انقلاب اسلامی را تایید و پشتیبانی کردم آقای دکتر. دوست نزدیک و جونجونی حمید عنایت مصدقی پیشوایی، من انقلاب اسلامی را تایید و پشتیبانی کردم چون در زمان شاه ایران طرفدار آمریکا و اسرائیل و ضد اسلام بود. شما گهخور کجا بودید ملخ خاران سوسمار خار، کودک آزاران زن کش، فاحش خانداران محمدی؟ به شما چه ربطی دارد که سرزمین ما، سامانه خود ما، با دارایی های ما چه می کنیم؟ با آمریکا دوستیم، با اسرائیل دوستیم نیستیم؟ کجا می رویم، کجا می آییم؟ اسلام نجاست شما را توف می کنیم نمی کنیم؟ شما گهخور کجا هستید؟ شما بروید همان با شترهای زیبایتان همخوابگی کنید و اوج لذت محمدی برسید. و در نتیجه من بدون شک از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خوشحال شدم. بله خب مصدقی ها هم خوشحال بودند و هستند، کمونیست ها هم خوشحال بودند و هستند، مجاهدین خلق هم خوشحال بودند و هستند، همه که دشمنان ایران و سرفرازی و بزرگی ایران و رفاه و آسایش و خوشبختی ملت ایران و فرزندان ایران موافق انقلاب اسلامی بودند و هستند، شکوهمند میدانند و بهترین میدانند. شما عرب سوسمارها که جای خود را داری، شما که تکلیفتان روشن است، تازه تو دشمنی که نام و نشان و پوشاک و زبان و دین و آیینت و بیانات خودت اعلام میکنن. این سلمان تازی هایی که نام بردن و مثلا خود را ایرانی میدانستند و میدانن، این ننگ های بشریت، اینانی که دوباره غلام بچه تو و مانند های تو شدند و میهن خودشان را سوزاندند و شاه خودشان را کشتند و ایران را به این درکات رساندند، تو از اینها با شرفتری؟ باید راستی را گفت. تو که ایرانی نیستی بخوای برای ایران دل بسوزانی، برای همه شترهایتان و سوسمارهایتان و حرمسراهایتان و شاش شتر نوشیدنهایتان که خیلی هم خوب است، فرهنگتان است، به ما رفتی نداره. احساس آرامش کردم از پیروزی انقلاب اسلامی و اسلام در ایران یک بار دیگر، همان آرامشی را که حمید عنایت احساس کرد این عرب سوسمارخوار هم کرد. یعنی هر دو دشمن ایران، دشمن پادشاه یعنی نگاهبان ایران، سامانه پادشاهی یعنی نگاهبان اصلی ایران، ظرف نگاهبان فرهنگ و سنن و آیین‌ها و جهانبینی ایران. او عرب و اصلا بیگانه و اجنبی، حمید عنایت و پیشواییان خود را ایرانی می دانند، تازه پرچم ملی را هم بر بالای سرشان گرفتند و عکس مصدق را هم مانند معاویه سر نیزه کردند. اینان بله خوشحال شدم و احساس آرامش کردم و نگرانی من درباره سیاست های شاه از میان رفت. حال این چه نگرانی بوده است از سیاست های شاه؟ همین الانم باید بیندیشیم.
چرا اینها رو نگران کرده بوده است؟ بهترین رابطه سیاسی، دیپلماتیک، انسانی و برابر با همین موشخاران و سوسمارخاران و ملخخاران، پشتیبانی از منافع ملی آنان توسط شاه عجم یعنی آریامهر. چرا؟ برای اینکه منطقه با آرامش برسد، چون انسان با فرهنگ و متمدن این گونه است، میخواهد حتی همسایه‌اش هم دیگنیتیش حفظ شود، خوشبخت باشد، رفاه داشته باشد، حقوقش توسط گردن کلفت‌های جهانی پایمال نشود. میگوید این ظروف مرتبطه است، به هم ربط دارد، باید هر چیزی را در تاریخ هست بگذاریم در تاریخ و به پیش بنگریم. باید ما هم منافع ملی من را هم به عنوان یک ملت در محدوده سرزمین من و هم به عنوان هرچه بیشتر میتوانیم اتحادیه های منطقی در منطقه نگاه دارد. باید اوپک را نیرومند کنیم. زکی یمانی باید بدرخشد، نه فقط جمشید آموزگار. باید این ملت ها دوباره این غرور خرد شده و تباه شده یشان زنده شود، نه فقط از ما ایرانیان که صاحب پرشکوه ترین فرهنگ در کره خاکیم، نه فقط در آن منطقه. ما نباید از موضع بالا به همسایگانمان بنگریم. ما اگر میتوانیم باید در ساخت و ساز افغانستان و جاده سازی و کارخانه سازی و دانشگاه سازی باید شرکت داشته باشیم، سوای هم ریشه بودن و هم زبان بودن من و استعمار این جدایی را انداخته است. اما بارها پادشاه میگفت همسایه فقیر و گرفتار مایه گرفتاری ما هم میشود. ما باید مشکلمان را با مجنون عقده‌ای دیوانه فرومایه‌ای مثل صدام خوناشام به گونه‌ای حل کنیم که بدون جنگ بگذرد، هم منافع ملیمان را بتوانیم داشته باشیم، هم خونه خونریزی میان دو همسایه نشود که طبیعتاً استعمار همین را می‌خواست، که پادشاه در جایی گفته بود چند صد میلیون دلار باج می‌خواهید، بیایید بدهیم بروید، بگذارید ما هم در اینجا بتوانیم آینده‌ای برای خودمان، همه ما این کشورها داشته باشیم. او شاد شد. چرا؟ از برنامه‌های شاه، همچین که میگه من درباره نگرانی من درباره سیاست‌های شاه از میان رفت. چرا باید این آدم اگر دانشگاه رفته بود و شعوری داشت و میفهمید و عرب سوسمار خور بود و هرچه بود و تاریخ را میداند، میداند چه فجایعی اینها بر سر ایران و ایرانی آوردن میدانند، و آن زمان این مناسبات را میدید و این سیاست ها را میدید و مثلا در انگلستان هم درس خوانده بود، چرا باید خوشحال میشد؟ همینانه اینها همان پروژه های گسترده آشکار و پنهان استعمار بوده است و داغ کردن جنگ عرب و عجم نشد، شیعه و سنی نشد، این و آن نشد، اونا سر یه رودخانه، سر نمیدونم یه تپه، سر یه نمیدونم یه جزیره. مردمان باید بیدار شوند. حالا ادامه میده هم برگردان را. بله، خوشحال شدم، خوشحال بودم. و شعارهای جمهوری اسلامی در پیوند با پشتیبانی از حقوق مردم فلسطین خوشحال بودم. یعنی یک بار دیگر شاد شدیم قادسیه دوم دیگری النصب رو. این بار تازه میگویند طرف فارسی سخن میگوید و از خامنه است و ترک زبان آذری است و رهبر است و چه است و چه است و چه است و خمینی رو میگوین خمین است، نمیگوین که از یک انگلیسی ریپیست و یک کلفت هندی زاده شده است، این رو نمیگوین. بهتر است، به دست خودشان است. ببینید بعد از 1400 سال اسلام عزیز ما چه نیرویی دارد، که حتی استادان دانشگاه که با بورسه های دانش ملی خودشان دولت پادشاهی او را هم به انگلستان فرستاده است، حمید عنایت را،
او هم من را بیشتر از پادشاه خودشان را دوست دارد، یعنی خالد ولید را، و اسرارشان را به من میگوید که ما بتوانیم خوب ضربه بزنیم. من جاسوس انگلستان در انگلستان در دانشگاه وینستون چرچیل درس خواندم، شرقت به دندان گرفت البته. من در رژیم اسلامی دیدارهای خودم از ایران را ادامه دادم، یعنی همچنان ادامه داده است، پیوندها همچنان ادامه دارد. مانند این فاحشه زاده های لاریجانی ها مال انگلستان، مدل های مختلف است، فرقی نمی کند، یکی را میگه ایرانی است، یکی میگه کویتی است، یکی میگه، اما در آن کانسپت است همه چیز. باید این چرخه جنایت کار کند تا بیزینس های میلیاردی به راه باشد، مانند این 34 سال تا می شود باید کشش داد. با پشتیبانی از حقوق مردم فلسطین، بله، دوست اسرائیل بوده شاه و آمریکا، اکنون اینا گفتن دوست فلسطین شدن. خب خوشحال میشم، قادسیه دوم پیروز است، دوباره سرزمین گبران مجوسان آتش پرستان افتاده از زیر دست و پای اعراب و دین اعراب و جنایتکاران اشغالگر، دارایی هاشان را میبرند برای فاحشه های زاده های لبنانی عرب، فلسطینی عرب، همه مسلمان، آن بخش سنی حماسی جنایتکاری الفتی هرچه، آن بخش شیعی روسبی زاده شیخ حسن نصراللهی، دوباره بردگان بردگان اعراب مسلمانند. اما این بار این اشغالگران پارسی سخن میگه، یکی میگه من در خامنه متولد شدم، یکی میگه در شیراز متولد شدم، یکی میگه در گلپایگان بودم، آن یکی میگه در خوی بودم، این یکی میگه در یزد بودم، این یکی میگه در اینم کجا بودم. همه از خودمانند. خوشحال شدم. من در رژیم اسلامی دیدارهای خودم از ایران ادامه دادم، با خامنه ای در خانهش دیدار و گفتگو کردم. البته او در آن زمان رهبر نبود، بله. با رفسنجانی در قصر او در تهران دیدار و گفتگو کردم و ولایتی و بسیاری از سران ایران، سران ایران را میگوید، نمیگوید غلام بچه های ما چیره بر ایران، غلام بچه های بازمانده از تجاوز جنسی اعراب به مادران اینها تا رسیده است اکنون دوباره به دست اینها. از این دیدارها متوجه شدم که میان شیعه عرب، این خیلی جالب است، میان و شیعه ایران نوعی کشمکش و جدال، یعنی حالا ابزار خوبی داریم پیدا میکنیم اینجا، برای رهبری دنیای شیعه وجود دارد، یعنی باید برای منافع خودمان بهره برداری کنیم. چیز دیگری که با آن برخورد کردم وجود کتابی است، اینجایش دیگر جالب جالب از همیانانه. توف بر رویتان آورندگان خمینی به سرزمین کوروش زرتشت ماندانا بابک خرم‌دین آریو برزن یوتاب و سرزمین فردوسی و شاهنامه، توف بر رویتان، گوش کنید ببینید عربه که خوشحاله مثل شماها از شکوه قادسیه ی دوم چه میگوید. برای اونها هم شکوهمند است، برای تو ایرانی که مثلا ایرانی است، برای تو هم شکوهمند است. خب شما اصلا ارتباطتون با هم چیز شباهت دار جز یک چیز است، نفرت از ایران، خیانت به ایران، نابودی ایران. با آن عرب کویتی و حجازی و اینوری و آنوری چوی نکبت، با او یکی هستی در نفرت از آب و خاک ایران و تو خائنتری، چون او ایرانی نیست که با او بگوییم خائن، تو خائنی. چیز دیگری که با آن برخورد کردم وجود کتابی است به نام شاهنامه. ببینید خار چشمشان را، سه صده بعد از این همه جنایت و ایران سوزی و تاریخ سوزی و کتاب سوزی و اسطوره سوزی و داستان سوزی در ایران، فردوسی بزرگ یک تنه
و خواست. همه سرگذشت ایران، تاریخ ایران، آیین‌های ایرانی، منش ایرانی، منش را زنده نگاه داشتن بسیار مهم است که ایرانی بداند اخلاقیات نیاکانش چه بوده است. آن را فقط در شاهنامه میتواند حس کند، در جای دیگری نیست. اخلاق چه فروزه هایی داشته است در جهانبینی خود ایرانیان و اکنون به چه چیزی میگویند اخلاق بعد از شکست و بعد از پیروزی اسلام تبهکار فساد گستر در هست و نیست و درون و برون و وجدان و دهنهای ایرانی. کینه ورزیشان. وجود کتابی است به نام شاهنامه از شاعر مشهور ایران فردوسی. هنگامی که شما این کتاب را که اکنون به عربی هم ترجمه شده است میخوانید، الله به روز شما نیاورد. اما که او چه نوشته است؟ چه نوشته است؟ مثلا در یکی از قصیده هایش میگوید که من از روی ترجمه عربی آن برای شما نقل میکنم: ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردون، توفو. هر کسی که ایرانی است همین را میگوید، بیش از هزار سال از ایرانی بعد از فردوسی همین را میگوید. ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردون، توفو. ناراحت شده است. کمونیست ها بونم ناراحت بشدن شاهنامه. آقای شاملو که او را میگوید آسمان افتاده است و این وری رفته آروغ زده است، چه گفته است و اندیشهش فلان بوده است و شعرهاش بود مانند همین چرقت به دندان گرفته مکی عرب، دشمنی با فردوسی، روش انفکر بود. از بزرگترین روش انفکر تاریخ معاصر ایران است آقای شاملو. میبینیدم میهنانم این سنگر برای چیست؟ بیداری ریشه‌ای که میگوییم یعنی چه؟ روشنگری ریشه‌ای یعنی چه؟ در این سنگر مجیز هیچ کسی، هیچ جایگاهی، هر که هست، بزرگترین شاعر است، بزرگترین این است، بزرگترین آن است، بزرگترین چیز، یک بار برای همیشه ایرانی باید بداند فقط باید برای ایران بایستد. همه ویژگی های ایران، سامانه ایرانی، دین ایرانی، آیین های ایرانی، نام و نشان ایرانی، نام کوی و برزن و بیابان و هر جایی که داری آباد و خراب آباد، هر چی که هست، همه ایرانی باید باشد. کوه و دشت و رودخانه و هر چه. و اسلام دشمن اصلی ایران و ایرانیت است. همین. اینو باید ایرانی بداند و بیدار شود. نه نیازی از کسی را بکشد. کشتن کار مسلمان باورمند است. مال جنایتکاران بیریشه است. حریف اندیشه نمی شود برای یک ترانه یک جوان سوخته شده. شاهین نجفی ببینی چه دار دسته برای انداخته است. مسلمان فقط یک چیز را می شناسد، فاشیسم مطلق است. کشتن، ترساندن، سربریدن و تجاوز جنسی کردن که طرف در برابر تو تسلیم شود. تسلیم شدن یعنی مسلمان شدن. ریشهشان یکیست. بله. و یا در جای دیگر میگوید عرب در بیابان ملخ میخورد، سگ اصفهان آب یخ میخورد. چون این چیزی فکر میکنم تو شاهنامه باشد، اما مردم ایران همه جا میگفتند و میگویند و بسیار هم نیک است و باید سراسر ایران را فرا بگیرد که ایرانی بداند عرب در بیابان ملخ میخورد، سگ اصفهان آب یخ میخورد.
بروید به خراب شده و سرزمین خودتان. پور سینای ما و فارابی ما و اندیشمندان و دانشمندان ما رازی ری را دست از سر ما بردارید. حالا شما کم بودید تورکام آمدن. هرچی دارید بروید افتخار کنید به خالد ولید، مالک اشتر، مالک اشتر، علی اصغر، علی اکبر. آن یکی چند تا زن داشت، مالو 4 ساله بوده مسابقه داد و یکی 6 ساله بوده گفته من عقب افتادم حالا میرم سراغ شیرخواره. بروید در فرق برای خودتان شاد باشید، ما هم برای شما شاد خواهیم شد. حال میکنید اونگونه؟ 1400 سال ما در چرخ و گوشتیم، ما جهانبینی دیگری داریم، ما سرشت دیگری داریم. بله. و فردوسی اعتراض میکند که چرا ملخخواران و سوسمارخواران باید سرزمین زیبا و با شکوه ما را فتح و اشغال کنند. درود بر فردوسی بزرگ، درست میگوید، اکنون هم میگوییم تا جاودان که کره زمین وجود دارد و ایرانی وجود دارد و شاهنامه همیشه هست و ایرانی هست، همین را ایرانی خواهد گفت. و این احساس لزوم ستیز با عرب در فرهنگ ایران وجود داره. نه با عرب، عرب که پشیزی نیست، رهایش کنی نفت و گاز را ازش بگیری چه دارد بیچاره. میروند دوباره در بیابان نرینه ها با هم مشغولند و گایگذاری هم به دختر بچه ها سری میزنند، خورما میلیسند و شاش شطور مینوشند و حال میکنند. شما مگه عددی هستید که ایرانی بخواهد به عرب بند کنند؟ ما میگوییم عرب از جان ما چه میخوایی؟ برو از سرزمین ما بیرون. دینت را، زبان بهشتی بسیار خوشابه، بردار برو، ما نمیخواییم. بله. آریا جا من نفسی تازه کنم که بتوانم چند دقیقه پایانی برنامه هم مطالبی هست عزیز من با همیهنان در میان بگذارم. کلیپ شماره 3 را و پوزش میخوام عزیزم، کلیپی را که به تنهایی برایتان فرستادم که بانو شیرین عزیزم این کلیپ زیبا رو به یاد پرنسس ایران زمین، یکی از قربانیان اسلام و خائنین برپادارنده قادسیه دوم، پرنسس لیلا پهلوی، کلیپ زیبایی رو ساختند. با هم میبینیم. گرامیان من حدود 4 دقیقه و چند ثانیه هست و بعد از آن باز دقایقی خواهم توانست با شما عزیزان باشم و فعلا تا اینجا به جز بانو کارمن و منوچهر عزیزم گویا ما نه بینندهی داریم، نه یاری داریم، نه شنوندهی، نه همدلی، نه همصدا و هماوایی. آریا جان با هم کلیپ شماره 2 را ببینیم.
همه جا و هر نفس یاد تو میبارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس از همه جا و هر نفس یاد تو میبارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس عطر تو رو دارد و درود بر خاندان نیک سرشت و ایرانی دودمان پر افتخار پهلوی و نام و یاد پرنسس لیلا و پرنس علی رضا پهلوی. همواره با ایرانیان براستی ایرانی و پاک سرشت خواهد بود و یاد و نام آنها در کنار یاد و نام همه فرزندان قربانی جنایت اسلام فراموش نخواهیم کرد و نخواهیم بخشید. هیچ خدا نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. یک جهان سپاسگزار هستم از بانو کردی عزیز و گرامیم. 100 دلار و ثبت نام 2 سهم تابلو فرش زیبا و نفیس 2 بانو و شهبانوی سرفراز ایران، شهبانو کاساندان و شهبانو آتسا. با درود و سپاس و مانده نباشید به دلاور بانوی بیداری، این مبارزه دشوار تا آزادی ایران و دست اشغالگران تازی تبار ادامه خواهد داشت. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو کردیه نازنین، دست و دلباز، پشتیبان همیشگی و فداکار. آره بانو کردیه، بله حتما. درود بر بانو کردیه نازنینم. این 2 سهم تابلو فرش به نام یار فرهیخته و گرامی من که همه ما به او سرفرازیم، کوشای نازنینم هست. درود بر بانو کردیه عزیزم، درود بر کوشای عزیزم و درود بر بانو کارمن عزیزم و کتبان منوچهر عزیزم، یاران گرامی و همیشگی من.
من فراموش کردم آریا جان، در همین دقایق پایانی عزیزم، بار گذشته تنها یاری که اعلام شد از سوی سرباز میهن فداکارمان بود $100 که یاری هم به دست ما رسید، اون رو کم کنید عزیزم، $9,720 $820 می شود $720. سپاسگزارم و درود بی پایان به سرباز میهن نازنین و گرامی که تابلو فرش زیبایی رو هم که عزیزان من دیدید و ما ارائه دادیم با 60 سهم، سهم $50 ارمغان سرباز میهن عزیزم هست. خب ما زمان نداریم، من هر مطلبی رو بخوام در واقع دربارش صحبت کنم هم میهنانم باید از زمان فراتر بروم، که آریای عزیزم خستگی به تنشون میمونه چون باید برنامه ها رو منظم و دقیق در واقع برنامه ریزی بکنن. بنابراین در همینجا بدرود میگم و از آریا جان خواهش میکنم کلیپ شماره 3 را یک بار دیگر درود بی پایان همه ایرانیان آزاده به فرزند دلاور ایران زمین شاهین نجفی، ایستاد مردن رو در پایان پخش کنید عزیز من، کلیپ شماره 3. یک جهان سپاسگزارم، درود بر شما سرباز میهن شرافتمند و براستی براستی فداکار. یک جهان سپاسگزارم نازنین من. امیدوار هستم یارانی که نشستند و مینگرند بخش خودشان را انجام بدهند. امیدوارم. $100 یاری میرسانند با درود به شما دلاوران روشنگر تنها سنگر مبارزاتی با رژیم خونریز مسلمانان اشغالگر ایران عزیزمان و پاک سازنده میهن گراممان از کثافت و میکروب این آیین اهریمنی. تازینامه ها را در توالت بیاندازید. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنینم، بانو کارمن و منوچهر نازنینم و بانو کردیه عزیزم که دو سهم یاری رو به نام کوشای گرامی ما خواستن باشه. تا سه‌شنبه. جاوید ایران، پاینده ایران، زنده باد ایران، بیدار، پایدار، پیروز، فرزندان رزمنده و نترس و دشمن ستیز یعنی اسلام ستیز، فرزندان نیک منش و هخامنش، کوروش بزرگ هخامنشی شاهنشاه ایران زمین، بدرود. سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تفنگ نترسیده، به شبه های من به اصل هستی، به بغض بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن، رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است، همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است و شاعری که حکمش ارتداد است. خدای خوب خواب تو کتابم، منی خشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان، مرا به خان کاک دوست ماندن، به من کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن. بگو حدیث ما حدیث خون بود، شرارتی که ناشی از جنون بود، بگو چگونه ما وا ندادیم، بگو که مردیم و ایستادیم، بگو که
که مردیم و ایستادیم. خدای خواب خوب تو کتابم، منی خوشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتوا و گریه های من به شعر یغمان. من رو بخوام به کاک دوست ماندن، به من کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماستی